خوش وقت آن که عاشق صدیق اکبر است، در راه دین موافق صدیق اکبر است. چون آفتاب روشن و چون صبح صادق است، هر کو محب صادق صدیق اکبر است. در معرضی که خب سؤال، ابوبکر از کجا به این جایگاه رسیده؟ چرا به این جایگاه رسیده؟ چگونه به این جایگاه رسیده بود؟ ابوبکر چگونه و چرا در بین مسلمان‌ها بعد از 23 سال تبلیغ پیامبر چرا نفر دوم اسلام محسوب میشه که بعد از پیامبر اکرم بیاد ادعا کنه من باید رئیس بشم و مردم هم حرفشو قبول کنن و او بیاد نفر دوم اسلام بشه؟ آقا امروز بعد از 1400 سال هنوز نفر دوم اسلام ابوبکره. این یه واقعیته. چگونه توانسته بود به این نقطه برسه؟ یه عرب بدوی بی سواد ضعیف نحیف درمانده میتواند به چنین جایگاهی برسه؟ ابوبکر کی بود؟ دشمن شناسی در اسلام نقطه اصیلش اینجاست. از اینجا باید وارد قضیه شیم. ابوبکر اینو دقت کنید. خب جناب ابوبکر از کجا به این نقطه رسیده؟ کلاس کار ابوبکر مال مکه نیست. مکه نمیتونسته ابوبکر تربیت کنه که این بیاد طی 23 سال به جایگاهی برسه که نفر دوم اسلام بشه و بعد علی ابن ابی طالب رو از میدان بدر کنه. ابوبکر توانسته در اسلام خودشو نفر دوم پیغمبر معرفی کنه و تا الان هم باقی مونده. این کلاس کار به مکه نمیخوره. این باید از یک آبشخور قویی پشتیبانی بشه، مال جای دیگه باشه. اون آبشخوره جناب ابوبکر کجاست؟ اینه کی ساپورتش میکرد؟ این نیروی کی بود؟ از کجا آمده بود؟ به چه هدفی آمده بود؟ تمام نقطه بس اینجاست که ایشون مال کلاس مکه نبود، ایشون مال کلاس یهود بود. ایشون شاگرد تعلیم دیده مکتب یهود در بهترین وضعیت. اون آبشخوره جناب ابوبکر کجاست؟ اینه کی ساپورتش میکرد؟ این نیروی کی بود؟ از کجا آمده بود؟ به چه هدفی آمده بود؟ تمام نقطه بس اینجاست که ایشون مال کلاس مکه نبود، ایشون مال کلاس یهود بود. ایشون مال کلاس یهود بود. ایشون شاگرد تعلیم دیده مکتب یهود در بهترین وضعیت. خوش وقت آن که عاشق صدیق اکبر است، در راه دین موافق صدیق اکبر است. چون آفتاب روشن و چون صبح صادق است، هر کو محب صادق صدیق اکبر است. در معرضی که دمز صفا